خانم آقایان، وقتتون بخیر در هر کجای جهان که هستید. نشست 153 کانون کتاب تورنتو خوش آمدین. این اولین نشست اینترنتی ما هست. برای دوستانی که دفعه اولشون هست که در این نشست ها شرکت میکنن، به طور خلاصه عرض کنم که کانون کتاب تورنتو از اکتبر 2006 برای بررسی تاریخ معاصر ایران تشکیل شده و تا کنون 152 نشست برگزار کرده. نشست‌های ماهیانه ما با دعوت از پژوهشگران و دست‌اندرکاران زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر ایران رو بررسی کرده و پژوهشگران به معرفی کتاب‌های خودشون و ایده‌های خودشون پرداختن. این نشست، نشست 153 هست و همونطور که اطلاع دارین آقای دکتر فریدون وهمن امروز برای ما صحبت می‌کنن. پیش از اینکه ایشون صحبت خودشون رو شروع کنن، من چند نکته رو خدمتتون میگم و بعد از آقای دکتر خواهش میکنیم که سخنان خودشون رو آغاز کنن. ماه‌های گذشته، چند ماه گذشته که هممون درگیر این ویروس سخت جان بودیم، برای کانون کتاب تورنتو هم روزهای سختی بوده. ما دو نفر از همراهان خودمون رو از دست دادیم. آقای امیر مهیم، شاعر ساکن تورنتو، بر اثر کرونا جان خودش رو از دست داد و همراه همیشگی کانون کتاب تورنتو آقای منوهر میساقی متاسفانه چند هفته گذشته درگذشتند. کانون کتاب تورنتو سوگوار هست به خانواده های آقای مهیم و آقای میساقی. تسلیت میگیم و یادشون رو اینجا گرامی میداریم. نشست بعدی کانون کتاب روز یک شنبه 18 اکتبر خواهد بود. تا زمانی که نشست ها از طریق اینترنتی برگزار میشه، سومین یک شنبه هر ماه نشست های ما برگزار خواهد شد و چون سخنرانان ما از جاهای مختلف دنیا تشریف میارند و به ما میپیوندند، برنامه ها رو طوری تنظیم کردیم که با ساعت های مختلف جاهای دیگر جهان بتونن همراه ما باشن. بنابراین ساعت 3 بعد از ظهر سومین یک شنبه نشست کانون خواهد بود. نشست بعدی همونطور که عرض کردم 18 اکتبر هست. سخنران رو به زودی خدمتون اعلام خواهیم کرد. اما ترتیب برنامه از طریق زوم به این ترتیب هست که میکروفون ها بسته است. در طول سخنرانی دوستان میتونن سوالایی که دارن از طریق چت برای من بفرستن. پس از پایان صحبت های سخنران سوال های شما رو من به ترتیب که به دست من رسیده از سخنران خواهیم پرسید و جواب رو خواهیم شنید. امروز دکتر فریدون وهمن برای ما صحبت میکنن. ایشون کتاب 160 سال مبارزه با آیین بهایی رو معرفی خواهند کرد. در چارچوب بررسی تاریخ معاصر ایران، جنبش باب و بهاییت یک نقطه عطفی هست و به همین دلیل و در چارچوب همین بحث های بررسی تاریخ معاصر ایران هست که امروز در مورد مبارزه با آیین بهایی در ایران از آغاز تا کنون آقای دکتر صحبت میکنن. نکته دیگر این که یکی از ابزارهای اندازه‌گیری دموکراسی در جوامع مختلف رفتار با اقلیت هاست و همین رفتار با اقلیت بهایی برای ما نشانه است از حضور یا عدم حضور دموکراسی در کشور ما
از 160-70 سال پیش تا کنون. آقای دکتر فریدون وهمن استاد پیشین رشته ایران شناسی دانشگاه کوپنهاگ هستند. بیش از 40 سال سابقه پژوهش و نگارش در ادیان و زبانهای باستانی ایران دارند. حاصل تحقیقات ایشون 20 جلد کتاب، 10 مقاله به زبانهای مختلف در دانشنامه ها و مجلات علمی در زمینه های دین زردشتی، دین مانوی، لهجه های ایرانی، فولکلور ایران و ادبیات فارسی است. در سالهای اخیر کوشش دکتر وهمن بر نگاشتن و تحقیق بر نابردباری های مذهبی در ایران و مخصوصا سرکوب و آزار بهائیان بوده. در این زمینه تاکنون 8 جلد کتاب به همت و یا همکاری ایشون منتشر شده. دکتر وهمن عضو شورای مشاوران فرهنگ بزرگ زبان پهلوی و رئیس انجمن فرهنگی ایران و دانمارک هستند. این انجمن پیش از انقلاب اسلامی برای معرفی فرهنگ ایران به مردم دانمارک تشکیل شده و تا کنون به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. برخی از کتاب‌های دکتر وهمن در سایت آسو در دسترس است. از جمله همین کتاب 160 سال مبارزه با آیین بهائی، کسروی و کتاب بهائی‌گری او و نیز از تهران تا عکا بابیان و بهائیان در اسناد دولتی قاجار. این کتاب رو دکتر وهمن همراه دکتر عباس امانت نگاشتند. از شما سپاسگزاری میکنم و از آقای دکتر خواهش میکنم که صحبتاشون رو شروع کنن. من سعی میکنم که آقای دکتر رو آن میوت کنم و ایشون بتونن صحبت کنن. صدای بنده میاد آقای حراری؟ بله بفرمایید آقای دکتر. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، عرض احترام دارم خدمتتون. بسیار خوشحالم که حضورتون میرسم و از آقای حریری و بانیان این کانون کتاب تشکر میکنم که این امکان رو فراهم کردن امشب دور هم باشیم. این کتاب 160 سال مبارزه با آیین بهائی 10 سال پیش توسط نشر باران در سوئد منتشر شد و خیلی زود به چاپ چهارم رسید. ترجمه انگلیسی این کتاب 2 سال پیش نشر شد. این کتاب که با اسناد و مدارک تاریخی مستند همراه است مورد توجه محافل آکادمیک و دانشگاهی قرار گرفت، از جمله دکتر توکلی ترقی، استاد مطالعات تاریخ ایران در دانشگاه تورنتو. خواندن این کتاب را برای تمام کسانی که به تاریخ اجتماعی ایران علاقه‌مندند ضروری شمردند. کتاب کوششی است در بازسازی بخشی از تاریخ سوخته و پایمال شده اجتماعی و دینی ایران و تا حدی می تواند پاسخگوی برخی پرسش هایی که امروز ما ایرانیان با آن روبرو هستیم باشد. سبب موفقیت نسبی این کتاب را شاید باید در فرو ریختن تدریجی دیواره های بدگمانی و نفرتی دانست که روحانیت شیعه بیش از یک قرن و نیم کوشید دور بهائیان بکشد و با صدها ترفند و دروغ و نفرت پراکنی ایرانیان را از مردم عادی گرفته تا روشنفکران از کلمه بهائی و جامعه بهائی بهراساند. داریوش همایون نویسنده معاصر بزرگترین دستاورد جامعه روحانی ایران رو در یک قرن و نیم اخیر موفقیت ایشان در مبارزاتشان علیه بهائیان می‌داند. این حرف رو نباید کم گرفت. او میگوید بزرگترین دستاورد جامعه روحانی ایران با امکانات وسیع و درآمدهای بی‌حساب خمس و زکات و وقف و غیره در 170 سال گذشته
ساختن بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها، ایجاد درمانگاه‌ها و مدارس در مناطق محروم کشور یا ایجاد مراکز علمی و کمک به پیشرفت صنایع، حتی نگاشتن رسالات و کتاب‌های معتبر دینی نبوده. با این حرف داریوش همایون یادآوری می‌کند که روحانیت در قحطی‌ها، طاعون‌زدگی‌ها و وبازدگی‌های مکرر در دوران قاجار نه تنها به مردم درمانده کمکی نکرد، بلکه به شهادت تاریخ با احتکار غلات و ضبط املاک قربانیان این امراض به صورت بزرگترین سرمایه‌داران دوره قاجار درآمدند. نمونش مجتهدین نام‌آوری مثل محمد باقر شفتی، آقا نجفی اصفهانی و یا خاندان بهبهانی و ده‌ها دیگر هستند. و نمونه دیگرش علما و آیات عظامی که امروز در ایران صاحب شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ، معادن و منابع طبیعی کشورند و در کمک به صدها و هزارها خانواده که هستی خود را در سیل‌ها و زلزله‌ها از دست می‌دهند همواره غایبند. اما تنها هدفی که به عنوان وظیفه دینی به طور پیگیر دنبال کرده اند و به آن موفق بودند، سرکوب و آزار بخشی از مردم ایران به جرم این بوده که بابی یا بهایی هستند. در این سخنرانی جز به ضرورت به جزئیات این سرکوب ها و آزارها نخواهم پرداخت، بلکه کوششم بران خواهد بود که علل و ریشه های تاریخی این مبارزه بی امان را پیجویی نمایم و از آنجا که این سرکوبی ها بدون چشم پوشی یا کمک حکومت ها ممکن نمی شد، اندکی نیز به روابط دو نهاد روحانیت و سلطنت در تاریخ ایران بپردازم. بهای ستیزی را می توان به چند دوره مشخص تقسیم کرد. دوره اول از آغاز ظهور این آیین در سال 1844 میلادی تا ظهور مشروطیت و سقوط سلسله قاجار که بابیان و بهاییان را عموماً به نام بابی می شناختند. دوره دوم پس از ظهور مشروطیت و دوره شاهان سلسله پهلوی تا آغاز انقلاب اسلامی، و دوره سوم پس از انقلاب اسلامی و ادغام روحانیت و حکومت در یک نهاد که روحانیت با دستی گشاده و بیرحمی به قصد محو بهائیان از کشور اسلامی ایران به آزار و سرکوب آنان ادامه می‌دهد. بحث در سرکوب بابیان و بهائیان خواه نخواه با روندهای مهم تاریخ اجتماعی و فرهنگی ما ارتباط می‌یابد، تاریخی که آغاز شکل‌گیری آن مذهب شیعه در 6 قرن پیش در زمان صفوی است. این مذهب که با شمشیر قزلباشان صفویه در ایران سنی مذهب مستقر گردید، در طول زمان به چند شاخه یا مکتب قسمت شد. یکی از آن مکاتب یعنی مکتب اصولی توانست مخصوصا در طول سلطنت شاهان قاجار با مبارزه و کشتار رقبای خود مثل صوفیان، مخصوصا فرقه پرطرفدار نعمت اللهی، با قتل رهبران مکتب شیعه اخباری و با مبارزه و ایجاد نفرت علیه مسلمانان سنی و خلفای راشدین و با راندن اقلیت‌های دینی
مثل زردشتی و یهودیان به حاشیه اجتماع قدرت دینی در کشور را به دست بگیرد. علمای اصولی شبکه وسیع دینی از مسجد و امامزاده و حوزه های دینی در سراسر کشور به وجود آوردند و با درآمدهای سرشار از خمس و زکات و اوقاف تبدیل به نیروی مذهبی بزرگ و پرنفوذی شدند. ضعف شاهان قاجار که مشروعیتی در جامعه نداشتند و نیاز ایشان به پشتیبانی علما به قدرت مهار نشده رهبران مکتب اصولی افزود. در همین دوره بود که علمای اصولی ادعا کردند در غیبت امام زمان حکومت کشور اسلامی باید در دست علما باشد. بدین ترتیب شاهان قاجار را قاصب سلطنت امام زمان دانستند و به آنان اجازه دادند که موقتاً و به مقتضیات زمان به نیابت از علما حکومت کنند. فرقه اصولی خود را انحراف ستیز می داند. انحراف طیف وسیعی از رفتارهای اجتماعی و اندیشه ورزی و رفتار روزانه را شامل می شود و هر آخوندی می تواند بر اساس فهم و قضاوت خود و یا با استفاده از هزاران حدیث و توضیح المسائل با هر چه که به نظرش انحراف می آید بستیزد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر که امروزه در ایران فعالیت می کند شامل زنان و مردانی است که با گشتن در خیابان‌ها وظیفه کشف این انحرافات و مجازات منحرفان را در جامعه به عهده دارند. بگذاریم که در جمهوری اسلامی بیشتر منحرفین بانوان هستند و اون هم به خاطر بدحجابی اونها و کسی کاری به منحرفین دیگر مثل منحرفین اقتصادی و مالی نداره. البته حضور رسمی چنین افرادی در جامعه اسلامی ایران جز در دوران پهلوی ها سابقه دیرینه دارد که ایشان را محتسب می نامیدن، یعنی کسی که حساب افراد را می رسد. یادی از پروین اعتصامی شاعره نامدار بکنم که قطعی با نام محتسب و مست دارد که با این بیت آغاز می شود: محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست. گفتگوی بسیار زیباییست از مستی با محتسب. در گوگل جستجو بفرمایید و از خوندن اون لذت ببرید. در تمام دوره قاجار مخصوصا در قرن 19 انتظار ظهور موعود در میان قشر وسیعی از مردم ایران افزونی می گرفت، مخصوصا در میان باقی ماندگان فرقه اخباری و حلقه های صوفیان و یا در میان پیروان فرقه کلامی شیخی و یا حتی شیعیان اصولی. مردمی که از ظلم حکومت و فساد علما به جان آمده بودند، یگانه پناهشان قائم موعود بود که بنا بود بر اساس روایات شیعی روزی از محل غیبت خود به باور شیعیان از چاهی در جابرقا و جابرسا بیاید، با ظالمان بجنگد و عدل و داد را در جهان برقرار سازد. نزدیکی هزاره غیبت امام 12 در سال 1260 هجری قمری برابر با 1844 و احادیث و اخباری که ظهور را پس از 1000 مژده می‌داد بر این انتظار قوت داد. ظهور جنبش بابی با
با قیام جوان 25 ساله موسوم به سید علی محمد شیرازی از شهر شیراز و ادعای صریح او ابتدا به مقام بابیت امام غایب و بعد ادعای مقام امام زمان و مهدی موعود، طبعا دشمنی علمای اصولی را برانگیخت. چنین ظهوری نه فقط خطر آشکاری برای مشروعیت عقیدتی علمای اصولی بود، بلکه اعتبار اجتماعی و منافع مادی ایشان را نیز مورد تهدید قرار می‌داد. ظهور آیین مهدوی آخرالزمانی برای علمای شیعه جدی‌تر از دیگر نهضت‌های مذهبی دگراندیش بود، خاصه آنکه بسیاری از بابیان اولیه، مجتهدین یا برخواسته از مکتب شیخی و یا از رده‌های میانی و یا پایینی ملایان، طلبه‌ها، پیشه‌وران و تاجران متوسط الحال بازار بودند. ظهور باب هیچ شباهتی با احادیث شیعی و علایمی که برای آمدن قائم در احادیث آمده نداشت، ولی با استقبال فراوان توده‌های مردم روبرو شد که به قول همای ناطق بدون آنکه یک کلمه از آثار او را خوانده باشند فوج فوج به او ایمان آوردند. از اوایل دهه 1850 نگرانی های علمای عالی رتبه از چالش با بابیان به آن درجه رسید که بکوشند در افکار عمومی سوء ظن و نفرت مردم را علیه این گروه ناهمرنگ برانگیزند و تکفیر آنها را به عنوان کفار مستحق مرگ میسر سازند. از این دوره به بعد اقدامات وسیع بابی ستیزانه نهاد روحانیت آغاز شد که اغلب با همدستی فعال حکومت قاجار همراه بود. سید علی محمد باب در سال 1850 با فتوای علمای تبریز و فرمان امیرکبیر در شهر تبریز تیرباران شد، ولی کشته شدن او چیزی از محبوبیتش و محبوبیت آیین او نکاست و در دهه های بعدی این سرکوب ها ادامه یافت. سرکوب هایی که در اوج خود گاه با خشونت افسار گسیخته عوام نیز همراه می گشت و آکنده بود از کشتارهای انفرادی یا جمعی، غارت، آتش زدن خانه ها و خرمن های روستاییان بابی یا بهایی، حبس های بلند مدت، اجبار به توبه برای بازگشت به اسلام و به همه اینها باید تبعید، مصادره اموال و خانه ها، طلاق اجباری زنان اونها، تجاوز به زنان و به بردگی کشیدن کودکان را نیز افزود. تمام اینها رو بنده با اسناد تاریخی خدمتون عرض میکنم و هیچ کدوم قلوب و افسانه نیست. با شکل گرفتن دین بهائی و انتشار تعالیم اون، دره بزرگ اعتقادات دینی که بین علمای شیعی و بابیان و بهائیان وجود داشت عمیق‌تر شد. نخستان که ظهور باب و سپس بهاءالله مسئله خاتمیت پیامبر اسلام را به چالش می‌کشید. مسلمین پیامبر خود را آخرین رسول خدا می‌دانند، ولی بابیان و بهائیان معتقدند که دست خدا بسته نیست و به مقتضای زمانه پیامبرانی نیز خواهند آمد، همان گونه که پیامبر اسلام پس از موسی و عیسی آمد.
لغو طبقه روحانی، چه مجتهد باشد، چه مرشد یا کشیش یا خاخام، از تعالیم اساسی این آیین است که انسان رو بالغ می داند و نیازی به رابط بین انسان و خدای او نمی بیند. بخشی از تعالیم بهایی نیز به نام 12 تعلیم نمی تواند مورد موافقت روحانیون شیعه قرار گیرد، مثل جستجوی حقیقت و دست کشیدن از تقلید کورکورانه، یعنی حذف مرجع تقلید، تساوی حقوق زن و مرد، مثل اینکه میگوید دین ایستا نیست و باید همواره و در هر زمان با علم و عقل حاکم در آن زمان در توافق باشد. اگر دینی چنین نشد به خرافات کشیده خواهد شد. میگوید دین باید سبب دوستی و محبت باشد. اگر دین بخواهد اسباب دشمنی و اختلاف شود، دست کشیدن از آن دین و رویاوری به عشق و محبت ارجح است و امثال این گونه تعالیم. در مورد بهائی ستیزی در دوره قاجار میتوان ساعتها گفتگو کرد، فقط اجازه بفرمایید این بخش رو با شرحی از یک بهائی کوشی، بابی کوشی به واقع افسار گسیخته در شهر یزد به پایان بیاورم. در زمانی که ظل السلطان فرزند ناصرالدین شاه حاکم اصفهان بود، شیخ محمد تقی نجفی مجتهد با نفوذ اصفهان با دستیاری ظل السلطان بابی کشی را در آن شهر و شهرها و دهات اطراف آغاز کرد. ملای 30 ساله‌ای به نام سید ابراهیم که به سمت امام جمعه یزد منصوب شده بود، سر راه خود از عتبات به یزد به اصفهان و به ملاقات آقا نجفی رفت و به تشویق او و با ملاحظه بابی کشی اصفهان موقع را برای کسب شهرت و محبوبیت و تثبیت مقام خود در یزد مغتنم شمرد. هنوز به یزد نرسیده بود که در شهر شایع شد وی از علماء عتبات آلیات دستور صریح برای کشتن تمامی بابیان دارد. یک روز پس از ورود او به یزد که مصادف با 17 ربیع الاول و تولد پیامبر اسلام بود، به تاریخ فرنگی 13 ژوئن 1903، سید ابراهیم پس از نماز جماعت به منبر رفت و موعظه شدیدی علیه بهائیان نمود. بعد از ظهر همان روز جمعیت آزار و کشتار بهائیان را با غارت مغازه‌ها و سوزاندن خانه‌ها و کشتن مردان و زجر و شکنجه زنان و کودکان آغاز کرد، فاجعه‌ای که یک هفته به طول انجامید. نایپور مالکوم عضو انجمن میسیونری کلیسا که در آن زمان در یزد بود، در کتاب خود به نام 5 سال در یک شهر ایرانی شرحی از این واقعه که بنده آورده که بنده بخشی از آن رو خدمتتون نقل میکنم. می نویسد در این ماجرا بابیان را برای محاکمه و گرفتن حکم ارتداد نزد مجتهد نمی بردن، بلکه آنان را به مجرد دستگیری پاره پاره می کردن. آنچه موجب هیجان مردم می شد فقط احساسات دینی نبود، بلکه فتوای علما مبنی بر حلال بودن اموال غارتی از مغازه ها یا خانه های بابیان بود. در این حملات حتی کسانی که سالها از نزدیک
با بابیان معاشرت داشتند و با آنان هم قضا می شدن نیز شرکت می کردن. بر سر برخی از این قربانیان بخت برگشته با میله آهنی نکتیزی به شکل نیزه سوراخ ایجاد می کردن و در آن سوراخ نفت ریخته آتش می زدن. سایر انواع شکنجه و کشتن را از قساوت نمی توانم بنویسم. به ندرت زنان و کودکان را می کشتند، بلکه آنها را به بدترین وضع کتک زده، زخمی و مجروح کرده و در گوشه ای با گرسنگی رها می کردند تا خود بمیرند. از یک دهکده گزارش دادند که فرزندان بابی ها چندین روز زیر درختی که پدرانشان را کشته بودند گرسنه و بیحال افتادند تا آنکه جلوی چشم سایر دهاتی ها یک به یک جان دادند و کسی به فریاد آنها نرسید. در پرانتز خدمتون عرض کنم این واقعه این بچه ها رو دیدن، این بچه های گرسنه و تشنه ظاهرا همون منظره است که سید محمد علی جمالزاده نویسنده معروف در کودکی هنگام فرار از بابی‌کشی اصفهان همراه مادرش شاهد بوده و سالها بعد اون رو در کتاب سر و ته کرباس آورده است. بنده مشاهدات جمالزاده رو در کتابم نقل کردم. به ماجرای یزد برگردیم. ملکم اضافه می کند از کسی حکایت می کند که مرد مجروحی را روی زمین این سو آن سو می کشید ولی نمی دانست بابیست یا نه. به همه می گفت من تمام عمرم مردی گناهکار بودم، نماز نخواندم، هرگز کار ثوابی نکردم و جایم حتما در جهنم بود. این مرد را نباید رها کنم که اگر بابی باشد و او را بکشم تمام گناهانم بخشیده می شود و جایم در بهشت خواهد بود. اینها را ملایان در مساجد به گوش مردم می کردن. شرح مفصل این جنایات و امثال اون رو در کتابم آوردم که در اینترنت رایگان در دسترس است و میتونید ملاحظه بفرمایید. از قضا همزمان با انتشار کتابم در سوئد به لطف دوست عزیزم آقای مافان 10 سال پیش در ایران به مناسبت 100مین سال درگذشت آقا نجفی اصفهانی کنگره ای در تجلیل او با پیام آیت الله خامنه ای تشکیل شد و سخنرانی های روحانیون در آن کنگره در یک کتاب 300 صفحه‌ای با نام ابعاد مبارزات آیت الله العظمی نجفی اصفهانی علیه بابیان ازلیه و بهائیه منتشر گردید. اجازه بدید اگر بتونم کتاب رو خدمتتان نشان بدهم. این کتاب امیدوارم ببینید. مؤلف کتاب مصطفی آیت مهدوی زیر عنوان اصلی کتاب نوشته است بررسی فرقه‌سازی استعمار انگلیس در کشورهای اسلامی و مقابله زعمای شیعه در عصر قاجار. امروزه آنچه در یزد، اصفهان و شهرهای مرکزی ایران به دست آقا نجفی انجام شد نامی جز جنایت علیه بشریت ندارد. این بابی‌کشی ها تا اواخر قرن 19 با شدت و ضعف ادامه داشت و موفقیت اون هم از طرفی بستگی به این داشت که تا چه حد مجتهدین بخواهند اوضاع را بحرانی سازند
و یا دولت و حاکم محل تا چه حد به اجرای فتواهای مجتهدین تمایل داشته باشند. برای جامعه محروم و بیپناه بابی و بهایی این بلواها که به قول علما برای حفظ فرقه ناجیه شیعه از شر فرقه زاله بابیه انجام می گرفت چیزی نبود جز تجربه هولناکی از وحشت و خونریزی. در بررسی دوره دوم بهای ستیزی پس از ظهور مشروطیت و دوران شاهان پهلوی چند نکته قابل توجه است. آگاهی روشنفکران ما با مبانی مشروطیت و کوشش رضاشاه در ایجاد ثبات و امنیت در ایران و سپس ایجاد نوعی مدرنیته در کشور از قدرت روحانیون کاست و در دوران رضاشاه بهائی ستیزی کاهش یافت. باید روی کلمه کاهش تکیه کنم. سوای غارت‌ها و کشتارهای پراکنده که گاه گاه به طور سنتی در گوش و کنار صورت می گرفت، رضاشاه برای پیش بردن برنامه کشف حجاب در سال 1934 میلادی تقریبا 1313-14 شمسی نیاز به دادن امتیازی کلان به روحانیت داشت تا صدای مخالفت ایشان را خاموش کند و مبادا او را به خاطر این اقدام ضد اسلامی یعنی کشف حجاب به بهایی بودن متهم سازند. و چه چیز آسانتر از بستن 50 مدرسه دخترانه و پسرانه بهایی که در سراسر ایران در شهرها و دهات و قصبات فعالیت میکرد و جزء بهترین مدارس به شمار میرفت. سوای بستن مدارس، رضاشاه دست ملایان را در بهایی آزاری گسترده‌ای در کشور باز گذارد و این امر به تعطیل تشکیلات نوپای بهایی، اخراج بهایان از ادارات و بار دیگر آتش زدن خانه ها و خرمن ها و جنایاتی که در بالا از آن نام بردم انجامید. پدر من که خود شاهد این وقایع بودند می گفتند شدت سرکوب ها به حدی بود که بهایی ها می گفتند باید چراغ برداریم و دنبال دوره قاجار بگردیم. این واقعه نمودار میثاق نانوشته ای بین روحانیت و پادشاهان و حاکمان ایران در معامله و سر بهاییان و بابیان بوده است. بهایی آزاری در دست روحانیون اهرم فشاری برای آشفت ساختن اوضاع و گرفتن امتیازاتی از دولت بود. برای دولت و حکومت ها بهایی آزاری ها در دوره های بحرانی سیاسی یا اقتصادی برای سرگرم کردن مردم جامعه و عدم توجه مردم به مشکلات و بحران ها و یا برای رشوه ای به روحانیت بود. این امر در تمام دوره شاهان پهلوی نیز ادامه داشت. با شروع جنگ دوم جهانی و اشغال ایران توسط قوای متفقین در شهریور 1320-1941 میلادی، رضاشاه از ایران به جزیره موریس تبعید شد. دستگاه حکومت مطلقه او یک شبه فرو ریخت. نیروهای گوناگون سیاسی و عقیدتی سر برآوردند و از جمله روحانیون به جنبش و فعالیت پرداختند. مجتهدینی که در زمان او از ایران به عتبات تبعید شده بودند با
سلام و صلوات و قربانی گاو و گوسفند در مسیرشان به ایران بازگشتند. در همین دوره امامزاده ها شروع به معجزه کرد. مراسم سینه زنی و قمه زنی در روزهای عاشورا که از زمان رضا شاه ممنوع بود اثر گرفته شد. بساط تعزیه خانی اینجا و آنجا گسترده شد و مساجد و امامزاده های بسیاری در سراسر کشور بنا گردید. همزمان سازمان های گوناگون دینی برای آشنا ساختن جوانان با مبانی اسلام تشکیل شد. برای دینی ساختن جامعه تغییراتی در برنامه مدارس با اضافه کردن دروس شرعیات و عربی انجام گرفت. روزنامه هایی چون آیین اسلام، پرچم اسلام، دنیای اسلام، ندای حق منتشر شد. دکتر توکلی ترقی در تحقیق عالمانه‌ای که به نام بهائی ستیزی و اسلام گرایی در ایران دارند، هدف ایجاد این شبکه عظیم را تنها مبارزه با بهائیت نمی داند، بلکه به درستی بر این باور است که هدف ملایان اسلامی کردن حوزه همگانی بود که چند دهه بعد نقش مهمی در ایجاد انقلاب اسلامی سال 57 داشت. جامعه روحانیت خیلی زود به این نتیجه رسید که نمیتواند با بهائیت از طریق دین و مباحثات دینی وارد بحث و مبارزه شود. آیین بهائی در عین حال که دیانت نوینی بود، اسلام و مذهب شیعه و مبانی آن را قبول داشت و به مقدسات آن احترام می‌گذاشت. حتی به بهائیان مسیحی تبار که در کشورهای غربی به این دین ایمان می آوردند توصیه می کرد به ردیه های مبشرین مسیحی در مورد اسلام و پیامبر اسلام اعتنا نکنند و اسلام را به عنوان یکی دین بپذیرند و به مطالعه تاریخ و تعالیم آن بپردازند. بنابراین روحانیون مشکل می توانستند که بابیان و بهائیان را مرتد و بیدین به شمار آورند. روحانیون به این نکته نیز پی برده بودند که این دین با بنیانهای فکری مردم ایران، با سابقه دینی و فرهنگ ایشان و با ملیت ایرانیان سازگاری طبیعی و فطری دارد. بنابراین کوشیدند حربه تازه‌ای به میدان بیاورند و آن این که بگویند بهائی ساخته بیگانگان است و برای ایجاد شکاف و اختلاف در اسلام ساخته شده. یکی از سنخ ایشان جزوه جعلی به نام یادداشت‌های کنیاز دالگورکی در پیدایش مذهب باب و بها نگاشت تا ثابت کند دین بابی یا بهائی ساخته دست سفیر روس در ایران در زمان محمدشاه قاجار است. ببخشید. این داستان پوشالی دستمایه بهائی ستیزی و بیگانه سازی این جامعه گردید و تا امروز جزء انتشارات ضد بهائی در ایران منتشر می شود. همزمان آیت الله بروجردی رهبر شیعیان جهان و رئیس حوزه علمیه قم بهائی ستیزی را یکی از تکلیف‌های تعطیل ناشدنی روحانیت شیعی تعیین کرد و طلبه‌های جوان را برای تبلیغ مبانی دین اسلام و مبارزه با بهائیت به شهرها و دهات کوچک و بزرگ اعزام داشت.
به شهادت خاطرات یکی از این طلبه ها آیت الله شاهرودی بعدی، بروجردی به طلاب توصیه میکرد، نقل قول میکنم، بروید و اینها یعنی بهایی ها رو بکشید، اگر توانستید بکشید بکشید و اطمینان داشته باشید. آیت الله منتظری نیز از خاطرات دوران طلبگی خود از همین فرمان بروجردی و چگونگی بهای ستیزی خود در نجف آباد یاد می کنند. این دستور موج تازه‌ای از بهای ستیزی را در سراسر ایران آغاز کرد، از جمله در کاشان به تحریک یکی از همین طلبه ها به نام تربتی، چند جوان بازاری به مطب به دکتر محبوب شهر سلیمان برجیس که بهایی یهودی تباری بود رفتند و با التماس و خواهش او را به بهانه اینکه پیرزن بیماری داریم به تکیه شهر بردند. قرار بود در حضور مردمی که در تکیه گرد آمده بودند به دکتر برجیس تکلیف کنند که اسلام بیاورد و اگر چنین نکرد او را بکشند و در چاهی که نزدیک محل بود بیاندازند. دکتر برجیس با شجاعت تمام از تقیه و ایمان به اسلام حتی برگشتن به یهودیت سر باز زد و هنگامی که قصد بازگشت به خانه داشت در خارج از تکیه او را با وارد آوردن بیش از 80 ضربه کارد به قتل رساندند. قاتلین در حالی که چاقوهای خونین خود را می لیسیدند در بازار شهر را افتادند و این اقدام افتخارآمیز را به آگاهی مردم رساندند. داستان را خلاصه کنم. انتظار ملایان شهر از جمله مجتهد بزرگ کاشان آقای غروی که دادگستری کاشان اینها را به خاطر شرکت چند نفر در قتل رها بکند به جای نرسید و با پیگیری دادستان شهر قاتلین برای محاکمه به تهران فرستاده شدند. دولت ساعد با آزاد کردن آنها مخالفت کرد. اون دولت به فشار روحانیت ساقط شد و دو کابینه بعدی هم ساقط شد. از سراسر ایران از سوی انجمنهای اسلامی، مجتهدین به نام و سازمانهای دینی سیل تلگراف برای آزادی قاتلان به دربار دولت سرازیر کردند. این اقدام و برخی داد و ستدهای محرمانه بین روحانیت و دولت صدرالاشراف که هنوز از جزئیات آن بیخبریم موجب شد که قاتلین در دادگستری تبرئه شدند و چند روز بعد در میان هلهله و شادی مردمی که تا 30 کیلومتری کاشان با طاق و نصرت و قربانی کردن گاو و گوسفند در مسیرشان به استقبال آمده بودند به شهر خود بازگشتند. در کنار چنین بلواهایی که گاهگاه صورت می گرفت نوعی سرکوب دائمی نیز وجود داشت که جزء واقعیت‌های پذیرفته شده زندگی هر بهائی از کودکی تا مرگ بود و تا زمانی که من در ایران بودم ادامه داشت. این محدودیت‌های وسیع طیف گسترده از دشنام‌های رکیک در کوچه و خیابان، کتک خوردن کودکان و بزرگسالان، نجس شمردن بهائیان و راه ندادنشان به حمام، نفروختن نان و یا مایحتاج زندگی به ایشان یا ایجاد مشکلاتی در معاملات تجارتی بود که تماماً با تحریک ملایان در مسجد هر محل انجام می گرفت.
پس از کودتای 28 مرداد 1951 شاه برای ابراز رضایت از پشتیبانی روحانیت از کودتا و تقاضای آیت الله بهبهانی برای سرکوب بهائیان موافقت کرد. مقارن ماه رمضان نیروی نظامی مراکز اداری بهائیان را در تهران و دیگر شهرها تسخیر کردند و واعظی به نام فلسفی همه روز ساعت 12 از رادیوی دولتی علیه بهائیان به سخنرانی پرداخت و تحریکات او بار دیگر صحنه‌ای که در بالا از آن نام بردم در سراسر کشور تجدید کرد. اما این بار سرکوب بهائیان با عکس العمل‌های بین‌المللی روبرو شد و شاه که بسیار به این اهمیت و آبروی بین‌المللی خودش اهمیت می‌داد و وزیر کشور او امیر اسدالله علم توانستند به سختی اوضاع را رفع و رجوع کنند. از این تاریخ به بعد روابط روحانیت و دربار به خاطر برآورده نشدن تمامی خواسته هایشان تیره شد. از منابر و مساجد بهائیان را به ارتباط با روس و انگلیس و امریکا و صهیونیسم اسرائیل و جاسوسی برای آن قدرت ها متهم ساختند و آنقدر در این طبل توهی کوبیدند که به تدریج این ارتباط نامعقول و غیر تاریخی را تبدیل به حافظه تاریخی دروغینی نمودند. اصلاحاتی که شاه به نام انقلاب سفید و ایجاد سپاه دانش و سپاه بهداشت و دادن حقوق مساوی به بانوان انجام داد با مخالفت ملایان روبرو شد و آیت الله خمینی صریحاً آنچه که شاه و دولتش انقلاب سفید می نامیدند ترویج اعتقادات بهائی دانست. سابقه خانوادگی هویدا نخست وزیر و چند تن دیگر از وزرای او که برخی از بستگان یا اجدادشان زمانی بهائی بودند ولی نه خودشان بهائی بودند نه ارتباطی با جامعه داشتند و این حقیقت که طبیب مورد اعتماد شاه یک بهائی بود دستاویز دیگر ملایان در متهم ساختن هویدا و کابینه اش و حتی شخص شاه به بهائی بودن شد. تئوری شراکت بهائیان در قدرت شاه شکل گرفت و از منابر و مساجد تبلیغ شد و این درست در همان حالی بود که شاه و ساواک دست سازمان ضد بهائی حجتیه را در آزار بهائیان و اختلال فعالیت آنها باز گذاشته بودند. مسخ عوام با اشاعه یک نظریه یا ساختن داستان توطئه‌ای پر آب و تاب کار سهلی است، ولی استادی و تردستی ملایان و دستگاه تبلیغاتی ایشان را بنگرید که روشنفکران، نویسندگان، مورخین و افراد سکولار ما را نیز تحت تأثیر این تبلیغات قرار دادند، به طوری که در تمام دوران شاهان پهلوی و سالیان اولیه انقلاب اسلامی روشنفکران ما که در غم توده‌های محروم استعمار زده افریقا و آمریکای جنوبی مقالات و کتاب‌ها نوشتند کلمه‌ای از جنایاتی که علیه بهائیان جلوی چشمانشان رخ می‌داد بر قلم و زبان نیاوردند. با پیروزی انقلاب اسلامی و با استفاده از اوضاع نابسامان ماه‌های اولیه انقلاب بلافاصله سازمانی مجهز مرکب از افراد حجتیه و کمیته‌های اسلامی سرکوب حساب شده و برنامه ریزی شده ای را علیه جامعه بهائی آغاز کردند.
این یورش آنچنان سریع و گسترده بود که گویی آنان ترس داشتند که شاه مبادا بازگردد و با اعاده امنیت در کشور امکان نابودی جامعه بهائی از دستشان در رود. مدیران جامعه بهائی به نام محافل روحانی در هر شهری نخستین هدف این حملات بودند که بدون هیچ حکم قانونی دستگیر یا ربوده شدند و بسیاری از ایشان همان شب دستگیری اعدام گشتند. بهائیان شناخته شده در تهران و شهرستان‌های دیگر دستگیر شدند. اتهام واهی ارتباط با اسرائیل و جاسوسی برای خارجیان به آنها داده شد و برای اینکه این اقرار از آنها بگیرند مورد بیرحمانه ترین و جنون‌آمیزترین شکنجه ها قرار گرفتند. به آنان تکلیف کردند که به اسلام بازگردند و توبه کنند، ولی حتی یک تن از ایشان به این کار تن در نداد. در نتیجه در چند ماه اول انقلاب بیش از 200 تن از زن و مرد بهایی از دختر 17 ساله تا پیرمرد 86 ساله تیرباران شدند یا به پای چوبه های دار رفتند. خانه باب در شیراز و خانه بهاولا در تهران و هر بنای دیگری که با آیین بهایی ارتباط تاریخی داشت ویران شد. بهاییان از تمامی مشاغل رانده شدند و ضبط اموال و خانه های ایشان امری عادی گشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی طوری تنظیم گردید که بهاییان را بالقوه جاسوس خارجیان دانست. در کتاب مواردش را آوردم. این سرکوب ها تا امروز ادامه دارد و هفته نیست که گروهی بهاییان را از زن و مرد در شهرهای مختلف به زندانهای 5 سال و 10 سال محکوم نسازند و این محکومیت ها در مرحله بازپرسی ها ماها حبس انفرادی با انواع شکنجه برای وادار ساختن آنها به قبول اتهامات دروغینی چون جاسوسی برای بیگانگان همراه است. و این در حالی است که پس از 42 سال حکومت و دسترسی جمهوری اسلامی به تمامی اسناد ساواک، سفارت آمریکا، رکن 2 ارتش و دیگر اسناد کشوری و لشکری در زمان شاه، هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته حتی یک سند یا مدرک که ارتباط بهائیان را در 170 سال گذشته با دربار یا خارجیان یا جاسوسی آنها نشان دهد منتشر سازد. سوایان که کسانی که در این 40 سال به ادعای جمهوری اسلامی جاسوس بودند و اعدام شدند هیچ یک بهائی نبودند، ولی بهائیانی که به آنها تهمت جاسوسی زده می شد اگر تغییر می کردند و اسلام می آوردند بلافاصله تبرئه می شدند و گناه جاسوسی ایشان پاک می شد. در پایان باید اضافه کنم آنچه برخی از مردم ایران را به بهائی ستیزی وامی داشت تحریک و تبلیغات ضد بهائی ملایان بود، وگرنه در تمام تاریخ این دین مردم عادی با فامیل یا همسایه یا همشاگردی بهائی خود در کمال دوستی و محبت بودند. بسیار مسلمانان و بهائیان که با هم شریک تجارتی بودند، دختر و پسرشان با هم ازدواج می‌کردند و هیچ تفاوتی بین خود و دیگری قائل نمی‌شدند، امری که هرگز مورد رضایت ملایان نبود. مطلب ناگفته بسیار است و وقت ما اجازه پرداختن به آن نمی‌دهد. همه اینها را در کتاب‌ها در کتابم آوردم. اجازه دهید با نشان دادن چند عکس از برخی از این فجایع سخنم را به پایان برسانم. از حوصله و صبر شما خیلی سپاسگزارم.
سپاسگزارم آقای دکتر وهمن. با اجازه شما این عکس ها رو من نمایش میدم و شما صحبت های خودتون رو روی هر عکس بفرمایید. اجازه من بتونم بیام روی زوم عزیزم؟ بنده هنوز ناشی هم در این قضیه، اجازه بدید. خواهش میکنم. عذر میخوام، ببخشید. خواهش میکنم. بنده بسید که به کلی دارم خارج میشم از این داستان. نخه بله ببخشید. بله بله این عکس ملاحظه میکنید یکی از قدیمی ترین انواع کشتار بابیان و باهایان رو نشان میده. عکسی است که یک نویسنده ارمنی به نام آتورپات موباجیان در کتابی به اسم پیروزی یک عقیده نوشته. مردی است در تبریز که به جرم بابی بودن یا باهایی بودن با میخی در قلبش او رو مجازات میکنند و میکشند. عکس بعدی رو بنده نمیبینم. این عکس اتفاقا از شهر یزده که شرحی از اون رو گفتم. ملاحظه میکنید که 12 نفر از بهایان یزد این 12 تعالیم بهایی رو که بنده چند تاشو اسم بردم به دست گرفتن. این عکس لااقل 80-90 سال قدیمی است و نشانی است از نفوذ افکار بهایی در ایجاد مشروطیت ایران و ایجاد مدرنیزه در ایران، مدرنیست در ایران و ایجاد نهضت آزادی زنان در ایران که مورد توجه مورخین این دوره قرار گرفته و نمونه خوبی است که نشان بده که در زمانی این مطالب 70-80 سال پیش مطرح می شد که حتی در جهان در اروپا هم کمتر مطرح می شد و امروزه هر کدوم از اینها در شهر، در شهر یزد یا هر جای ایران ابراز بشه با شلاق و زندان و عرض کنم که مجازات روبرو خواهد شد. عکسی است از یک مدرسه دخترانه بهایی در قصبه به اسم سیسان در آذربایجان که این عکس هم لااقل 70-80 سال پیش قدیمی است. بسیاری از مدارسی که بابیان و بهاییان درست کردن مثل مرحوم رشدیه که بابی بود، خانم دولت آبادی و یا خانم ایادی که بابی و باهایی فرق نمی کرد، اینا به ایجاد مدارس پرداختند و بسیار از مدارس دخترانه را ملاها و آخوندها تحریک کردند، بستند و سوزاندند. این مدرسه ایست در سیسان شاید 70-80 سال پیش. در پرانتز بگم بعد از انقلاب اسلامی تمام اهالی سیسان که باهایی بودن تارانده شدند و اون قصبه آباد و زیبا تبدیل به ویرانه شد.
این عکس بعد از انقلاب اسلامی است که خانه باب رو ویران می کنند جوانهای دانشگاهی با حمایت ملایان که در پایین ایستادند به این خانه تاریخی که یکی از خانه کوچک بسیار کوچکی بود، یکی از خانواری اسلوب قاجاریه رو نگه داشته بودند، به کلی ویران کردند و به جای اون یک مسجد و پشت سر اون یک میدان احداث شده الان و یک مسجد بزرگی در شیراز ساخته شد. این عکس از شعارهایی است که در دوره آقای احمدی نژاد بر خانه های بهائیان در شهرستان ها می نوشتند. می نویسد بهائیت و تنفروش کافر اسرائیلی نجس. تمام تهمت ها رو این کسی که این شعار قشنگ رو نوشته خلاصه کرده، دیگه حرفی نمیشه دربارش زد. حالا کدوم یکی از اینها مدرک و سند داره اون دیگه خدا می داره. عکسیست از خراب کردن قبرستان های بهائیان بعد از انقلاب اسلامی که ابتدا در سالهای اول اصولا اجازه نمی دادند که بهائیان به در هیچ قبرستانی خاک بشن و یک قبرستانی که در شرق تهران داشتن ضبط شد و اکنون سازمان خاوران یا بنیاد خاوران بنیاد فرهنگی شده و تمام قبرها رو خراب کردن. بعدن جایی که در کفرآباد به بهائی ها همراه به مجاهدین و دیگران اجازه دادند مرده هاشون رو دفن بکنن، ولی همیشه این قبرستان ها مورد خرابی و دستبرد قرار داشته. سپاس فراوان آقای دکتر، خسته نباشین. دوستان چند نکته رو قبل از اینکه سوالایی که رسیده مطرح بکنم چند نکته رو خدمتتون بگم. اولا ما الان بیش از 180 نفر در این گفتگو حضور دارن، از همتون سپاسگزاری میکنم. دوستانی که علاقمند هستن اخبار برنامه‌های کانون کتاب تورنتو رو دریافت کنن، لطفاً در سایت www.torontobookclub.com اونجا برای ما ایمیل خودتون رو بذارین تو قسمت تماس با ما، contact us، و ما شما رو به ایمیل لیست کانون کتاب تورنتو اضافه میکنیم. در همون سایت اگر علاقه من باشید میتونید کمک های مالی خودتون رو برای ما بگذارین. به هر حال برگزاری این نشست ها فقط با کمک های مالی دوستان امکان پذیر هست. من سوال ها رو به ترتیبی که رسیده مطرح میکنم و از آقای دکتر هم خواهش میکنم که مختصر پاسخ بدن که بتونیم تعداد سوالات بیشتری بگیریم. اولین سوال این هست که در جاهای مختلف و از جمله در شهروند کانادا، نشریه شهروند کانادا، مقالاتی تحت عنوان سپاسگزاری و طلب بخشایش از هموطنان بهائی منتشر شده. اینا در کتاب شما اشاره بهش نشده، شاید بعد نباشه در چاپهای بعدی. به این در واقع برخورد هموطنان ایرانی اشاره بشه در کنار رنج و ستمی که بر بهائیان ایران وارد شده. سوال ایشون این هست که نقش امیرکبیر و سید عبدالحسن لاری را در سرکوب بهائیان شرح بدید. خب امیرکبیر شخصی بود که خیلی به انتظام امور در ایران و ترقی ایران اعتقاد داشت و ناصرالدین شاه که 17-18 سالش بود
به سلطنت رسیده بود، بسیاری از سیاست‌های امیرکبیر رو نمی‌پسندید و درباری‌ها، مادر شاه و کسان دیگر با امیرکبیر دشمنی می‌کردند. امیرکبیر به خاطر اینکه ایران ثباتی پیدا بکنه فکر میکرد که اگر بتونه بابی ها رو بکشه و سید باب رو بکشه، این ثبات و این قوغا در ایران فرو خواهد کشید. به همین جهت با فتوای علما و دستور او باب رو در تبریز تیر باران کردند. و خود امیر کبیر هم یک سال دو سال بعد به فرمان ناصرالدین شاه از کارش عزل شد و بعد از مدت کوتاهی متاسفانه کشته شد. در مورد مسئله دوم، این مربوط می شود به یکی از قوغاهایی که در لار یزد رخ داده و بنده فکر میکنم در کتابم بهش اشاره کردم. اجازه بدید به خاطر کمی وقت از شرح اون بگذرم. سپاسگزارم. سوال بعدی این هست که ممکنه بفرمایید که سرکوب باهائی‌ها در ایران قابل مقایسه هست با این سرکوب در طول تاریخ از در نظام‌های مذهبی دیگه در بین مسیحی‌ها و یهودی‌ها؟ آیا در هیچ کجای دنیا نمونه های مشابهی ما داریم از سرکوب باهائیان در ایران؟ البته تمام ادیان این رو تجربه کردن. تمام مسیحیت تجربه کرده و به دست رومی ها عده زیادی از مسیحی ها به تدریج از 300 سال که مسیحیت در خفا بود و هنوز آزادی نیافته بود عده از مسیحی ها رو کشتن. یهودی ها رو که میدونید بیرون کرد فرعون و اونها رفتن به اسرائیل به سرزمین موعودشون. در تاریخ ایران داریم که مانوی ها و مزدکی ها رو مورد آزار و اذیت قرار دادن و اونها رو کشتند. کرتیر موبد بزرگ زردشتی در کتیبه معروف خودش افتخار میکنه که دگراندیشان رو کشت، دگردینان رو کشت، جادوگران رو کشت. منظور از جادوگران زنان دگراندیش هستند و او از جادوگر یاد میکنه. بله، اینها در تاریخ ما سابقه داشته، ولی در تاریخ ما هیچ وقت نسل کشی به اسم به تمام معنا اونطور که فرض کنید درباره نسل کشی ارامنه در ترکیه دیدیم یا در بوسنی و یوگسلاوی دیدیم یا در مورد هیتلر و یهودیان دیدیم، هیچگاه این نسل کشی رو ندیدیم. ولی خب سرکوب ها و کشتار هایی بوده که مثل سرکوبی که عرض کردم خدمتتون در یزد و اصفهان صدها نفر بهایی و بابی کشته شدند، یا در جمهوری اسلامی تا به حال بعد از انقلاب تا امروز 2300 بهایی کشته شدند. اینها رو نمیشه نسل کشی نامید، ولی این کشتارها سابقه داشته و بهایی است که باید اقلیت ها برای بقای خودشون بپردازن. سپاسگزارم آقای دکتر. سوال بعدی درباره نظر و اقدامات مصدق نسبت به جامعه بهایی چه دیدگاهی دارید؟ اونطور که آقای اسمشون یادم رفته، یه شخصیت که هستن که تاریخ می‌نویسن، یه کتابی درباره مصدق و بهاییان نوشتن، کتاب اینترنتی است که همین فلسفی که ازش نام بردم میرود پیش مصدق و ازش خواهش میکنه، یعنی به اون میگه که آقای علما خیلی میل دارن شما یه سیاست مبارزه با باهایی آغاز کنید و مصدق میخنده و میگه که من بین باهایی و مسلمان فرقی نمیبینم و همه ایرانی هستیم و من اجازه این کار رو نمیدم. و ایشون معتقد است که شاید یکی از دشمنی های روحانیت با مصدق هم سرپیچی او از مبارزه با بهائیان بوده است. من بیش از این چیزی نمیدونم.
ولی اون کتاب رو میشه پیدا کرد. متاسفانه هرچی الان به خاطر فشار میارم اسم این نویسنده رو یادم نمیاد، شاید در کتابم بهش اشاره کرده باشه. بله سپاسگزارم. سوال بعدی هست که اگر امکان داره از آقای دکتر بهمن بخوان که چند کلمه درباره مشاهدات خودشون در مورد جامعه ایران و پیشبینی ایشون در آینده. والا مشاهدات بنده نمیدونم، مشاهدات من الان 60 سال از ایران دورم و تا قبل از انقلاب البته میرفتم به ایران، ولی بعد از اون دیگه طبعا نرفتم ایران و مشاهدات بنده برمیگرده به دوران جوانی و نوجوانی و کودکی که یادم میاد 4-5 ساله بودیم، فامیل های ما از شهرستان ها با سر کله خونین میمدن منزل ما، چون کتکشون زده بودن، اذیتشون کرده بودن و مادرم اونها رو به بیمارستان و دکتر و اینها میبرد. یه چیزی یادمه و همچنین یادمه که چطور در ایام عاشورا سینزنی ها، دسته های سینزنی وقتی سر کوچه ما میرسیدن، ما معروف بودیم به بهائیت در محله خودمان، بیش از همه در همونجا توقف میکردن و آنچنان سینه میزدن که گویی ما یزید رو توی آبانبار منزلمون قایم کردیم و بعد بیرون بیاریم و تحویل اینها بدیم. یه همچین خاطراتی دارم. سوای اون که برادر بنده و بنده در تمام طول راه مدرسه دبستان که میرفتیم، دبستان ها دو سره بود، ظهر و صبح و بعد از ظهر، چهار بار ما این راه رو می رفتیم و یک پسری بود از غلاطی و ایشون تمام روزها پشت ما راه می رفت و ناسزا می گفت. البته به ما ناسزا نمی گفت، به عباس افندی، عبدالبها، به او ناسزا می گفت. عبدالبها یکی از شخصیت های بهایی است، از رهبران بهایی است و علت دشمنی شدید ملاها با او این بود که ملاها تصور میکردن بعد از مرگ بهاءالله بساط این آیین جمع خواهد شد، ولی عبدالبها در زمان عبدالبها این آیین رشد کرد و او سفرهایی به امریکا و غرب کرد برای تبلیغ این آیین که 3 سال طول کشید و این خیلی برای ملایان غیر قابل تحمل بود. به همین جهت تمام ناسزاها متوجه به ایشان بود که ایشون رو به اسم عباس افندی میشناختن. عباس اسمشون بود، افندی یعنی آقا، لقبی است که چون در ترکیه و عثمانی زندانی بودن به ایشون افندی میگفتن. در مورد آینده ایران بنده واقعا پیش بینی نمیتونم بکنم. آینده ایران به دست مردم ایرانه، به دست نمیدونم دیگه، نمیدونم به دست کیست. فعلا که باید دعا کنیم ایران یک روزی ترقی کنه. اتفاقا خدمتتون بگم در آثار بهایی بسیار بشارت هست راجع به آینده درخشان ایران و همین عبدالبها که ازش نام بردم و عاشق ایران بود، او پیش بینی میکند که ایران در آینده آنچنان ترقی میکنه که محبوب و مورد قبطه تمام ممالک دنیا خواهد شد. این آرزوی بهاییانه که ایران رو میپرستن، دوست دارن و براش خدمت میکنن و امیدواریم اون روز برسه، ولی چگونه خدا داند و بس. سپاسگزارم. سوال بعدی، در ترکیه کشتار ارمنیا تقریبا جامعه ارمنی در ترکیه رو از بین برد، چگونه در ایران بهایی ها این فشارها و سرکوب ها رو از سر گذراندن و هنوز حضور دارن؟ عرض کردم ترکیه یک جنوساید بود، یک نسل کشی بود که انجام گرفت. در ایران نسل کشی نبوده و امیدوارم هرگز نباشه، چون فرهنگ ایران اجازه نسل کشی نمیده. فرهنگ ما
به هر حال این فرهنگ 3000 ساله تاریخی داره، سابقه ای داره و مردمش بسیار آگاهتر و هوشیارتر هستند و اجازه نخواهند داد که چنین جنایاتی در کشورشون انجام بگیره. بهایی ها روی ایمانشون تونستن تا به حال دوام بیارن و همه چیز خودشون رو فدای ایمان خودشون بکنن، چون به این دیانت اعتقاد دارن، به ایران اعتقاد دارن. دینی است که از ایران برخواسته و کشور ایران برای اونها مقدسه و ده ها دلیل دیگر که به طور خواهد انجامید اگر بنده بخوام عرض کنم، و دلیلی ندارد که سرخم کنن. و این اقدام بهائیان که این همه ظلم و جنایت رو در کمال مسالمت و بدون هیچ گونه انتقامی تحمل میکنن، واقعا باید به ملت ایران نشان بده که میشه یک مقاومت مسالمت آمیز در مقابل ظلم کرد و ظلم رو به زانو در آورد. برای اینکه بنده احساس میکنم 160 سال است که ملایان و روحانیت در مبارزه با بهایان به جایی نرسیدن. ممکنه عده بهایی رو در تهران و ایران و اینجا بکشن، ولی بهاییت الان در دنیا پراکنده شده، در صد تا سر دنیا، و بعد از مسیحیت پراکنده ترین دین جهانه و دشمنی باش و از بین بردنش دیگه برای اینها امکان نداره. این و نشان میده واقعا این قدرت دینی که در مردم ایران هست، درست مثل مانوی های اولیه که این همه سرکوب رو قرنها تحمل کردن، مثل زردشتی ها که تحمل کردن و باهایی ها هم تحمل میکنن با صبر و ملایمت، ولی سرخم نمیکنن، تسلیم نمیشوند. سپاسگزارم. سوال بعدی هست که در تمام طول حکومت جمهوری اسلامی که در آن سرکوب عمومی و همگانی بوده، هموطنان بهایی ما در این مبارزات با بقیه ایرانیان متقابلا همکاری نکردند. ظاهرا دلایل آنها غیر سیاسی بودن تلاش هایشان هست، ولی شاید بشود گفت که بهاییان هم مانند بقیه مردم وظیفه مبارزه با این رژیم را که در حال حاضر سرکوبش شامل حال همه گروه ها، مسلمان، غیر مسلمان، مذهبی، غیر مذهبی، جوان، سالمند، زن و مرد می شود، سهم دارند، چرا نخواستند سهم خود را در جامعه ادا کنند؟ این مسئله درسته، کاملا درسته، ولی ببینید عزیزم، سوال کننده عزیز، جمهوری اسلامی عمل یک بهایی رو تسری میده به 300 هزار بهایی که در ایران هستن. یعنی دوره خاتمی وقتی که بعد از انتخابات در دوران چیز سبز، انقلاب سبز ایران، 3-4 تا جوان بهایی رو گرفتن، به این عنوان که این انقلاب سبز جزئی از نقشه خارجی ها برای برانداختن رژیم بوده و بهایی ها توش دست دارن، سرکوب عظیمی دوباره از بهایی ها کردن، تعداد زندانی هاشون زیاد شد و همچنین تهمتی بود که به جنبش سبز زدن، به حالی که هیچ اینطور نبود. بهایی ها یک نفر یا دو نفر یا ده نفر نیستند که به طور ناشناس وارد تظاهرات بشن. یه بهایی که اینها بگیرن، یه جامعه بهایی دستش زیر ساتوره. سوای اون که بهایی ها سیاست خودشون رو دارند و اون سیاست در اصلاح عمقی و اجتماعی دینی ایرانه که هیچ یک از این دستجاتی که امروزه مبارزه می کنند متوجه اهمیت
برنامه اصلاحی بهائی برای آینده ایران نیستند که آزادی ادیان، آزادی زنان یکی از اون هاست. سپاسگزارم. سوال بعدی این هست که در یک ایران آزاد و سکولار شما رابطه بهائیان و شیعیان رو چگونه می‌بینید؟ رابطه ایرانیان، بهائیان و شیعیان مثل دو برادر، مثل یک خانواده، مثل یک دوست، هیچ ما رابطه بدی با هیچ کس نداریم. یکی از تعالیم باب 170 سال پیش میگوید بزرگترین گناه آن است که برای کسی موجب حزن بشوید، مایه اندوه کسی بشوید. بهائیان با همه عشق می‌ورزند، همه رو دوست دارند، همه رو خواهران و برادران هم می‌دانند. و دیانت بهائی دیانت اتحاد، دیانت یگانگی است، به هیچ وجه با هیچ آیینی دینی دوگانگی نداره. دیانت بهائی قصدش محو اسلام نیست. اسلام باید بمونه دینی است الهی به اعتقاد بهائیان و خواهد بود، ولی نه اسلامی که امروز در ایران اینها نمایندگیشو میکنند. اسلام چهره‌های دیگر هم به نظر ما داره. اسلام باعث ایجاد تمدن بزرگ اسلامی شد در قرن هشتم و نهم میلادی، سه قرن بعد از اسلام. اسلام اولین بازار مشترک یا مثل یوروپین یونیون رو به وجود آورد که از چین تا فرانسه و اسپانیا یک کشور بود، سکه یک خلیفه رایج بود، دانشگاه ها داشتن، دارالعلم ها داشتن و به تدریج به این روز افتاده که ممالک اسلامی با هم در جنگ و جدالن و متاسفانه عقب مانده ترین ممالک عالم به شمار میاد. این نظر بهائیان نسبت به اسلام واقعی است. سپاسگزارم. شما فکر میکنید که دلایل این برخوردهای ظالمانه با اقلیت‌ها و به خصوص که بحث امروز بهائی ایرانی هست، دلایل این عمدتاً چی ارزیابی میکنید؟ آیا آموزه‌های شیعی است، فرصت طلبی و قدرت طلبی روحانیونه، یا مماشات حکومت هاست؟ چرا این برخوردها از روز اول با جنبش باب شروع شده و هنوز ادامه داره و در گرهگاه های تاریخی مختلف هر یک از این بازیگران میان جلو صحنه و ادامه میدن به این روش ها؟ در زمان شاه، در زمان همینطور که شما در کتاب اشاره کردین، در زمان محمد رضا شاه، در زمان رضا شاه، در زمان قاجاریه و این همینطور ادامه پیدا کرده. این دلایل عمده رو شما میشه خیلی خلاصه بفرمایید؟ دلایل عمدهش خیلی راحته. از بعد سعی کردم که عرض کنم خدمت. یکی قدرت بزرگ روحانیون شیعی، قدرت اصولیون که امروز قدرت رو در ایران در دست دارن. و دوم این که با ادعای سید علی محمد باب که من قائم موعود هستم، قائم موعودی که احادیث شیعی ظهورش رو تقریبا غیر ممکن ساختن که باید از یک چاهی ظهور کنه و با چه اسمی بیاد و خر دجال بیاد و این حرفا و موهومات، این موضوع رو که برای ملایان دکانی شده و به نیابت از قائم میخوان سلطنت بکنن، یعنی سلطنت رو از اونها میگیره، میگه آقا قائم آمد، قائم خونریز نیست، قائم هم یک انسانی مثل شماست، شما همه تون قائمید، شما همه تون فهمیدید، شما باید با اراده خود، با ایمان خود سرنوشت خودتون رو به دست بگیرید. اینکه بشینید قائم بیاد برای شما کاری انجام بده و یا ملایی، آخوندی، مرجع تقلیدی و
به شما بگه اینطور و اینطور، اینها رو رها کنید و خودتون رو از این بندها آزاد کنید و این پیراهن پوسیده رو بندازید دور. خب این بزرگترین چالش برای روحانیته. روحانیت نونش رو از غیبت امام زمان میخوره. این ازش بگیرن هیچی براش باقی نمیمونه. سپاسگزارم. سوال بعدی این هست که آیا در بین روحانیون یا روشنفکران دینی ایران کسی از حقوق باهائیان پشتیبانی کرده؟ بله خوشبختانه در سالهای اخیر. خیلی جالبه، در دوران پهلوی و قاجار کسی پشتیبانی نکرد، ولی در دوران جمهوری اسلامی بسیار افراد پیدا شدن از روحانیون، از روشنفکران. اون دوستی که راجع به مجله شهروند صحبت کردن، خواستم خدمتشون عرض کنم که در همین دوران جمهوری اسلامی یک توماری توسط روشنفکران 300-400 نفر امضا کردن به اسم ما شرمگینیم، که من در کتابم آوردم اون تومار رو، از ظلمهایی که به بهائیان شده، از اقداماتی که شده، و اونها اظهار شرمگینی کردن. بله شده. آقای نوریزاد که الان در زندانه، یکی از کسانی است که به شدت و با شجاعت از حقوق بهائیان دفاع کرده، به دیدن زندانیان، افراد خانواده زندانیان بهائی رفته و بارها فیلمهاش مستند در اینترنت، در فیسبوک هست، میشه دید. بسیار بهائیان بسیار مورد، اتفاقا از طرف خود مردم، داستانهایی که ما از ایران میشنویم، میبینیم که همدردی با بهائیان، محبت با بهائیان بسیار بسیار بیشتر شده، چون رژیم اسلامی ماهیت خودش رو روز به روز بهتر نشان میده و میدونن اینها که بهائیان بیگناه بودن و این تهمت ها به اونها نمیچسب. سپاسگزارم. سوال بعدی این هست که در مبارزه مردم ایران بر علیه دیکتاتوری مذهبی و برای برقراری یک دموکراسی سکولار، نقش بهائیان ایران چه خواهد بود؟ بهائیان بسیار چنین دموکراسی سکولاری رو خوش آمد خواهند گفت، چون دوش به دوش هموطنان غیر بهائی خود به آبادانی ایران، به پیشرفت ایران، به سعادت فرزندان ایران، به خوشبختی ایران کمک خواهند کرد. جز این آرزوی ندارم. مطمئن باشید. سپاسگزارم. آقای دکتر بهمن، از شما به طور مشخص سپاسگزاری میکنم که موافقت کردین که در این نشست با ما باشین و این کتاب رو معرفی بکنین. ازتون تشکر میکنم. دوباره دوستان عزیزی که با ما بودند، از شما هم سپاسگزارم. ویدیو این برنامه رو در سایت Toronto Book Club www.torontobookclub.com و نیز صفحه فیسبوک کانون کتاب تورنتو، دوباره تورنتو بوک کلاب، خواهیم گذاشت. همونطور که خدمتون گفتم، نشست بعدی ما در ماه، در روز 18 هم یک شنبه 18 اکتبر خواهد بود. روز و شب شما خوش. اجازه بدید مندم از شما تشکر کنم، از دوستان عزیز که تشبه بودن تشکر کنم، از افرادی که سوال کردن تشکر کنم و امیدوارم که این جمع ها، این دوستی ها، این محبت ها قوت بگیره و روز به روز ایران ما، ایران عزیز ما، مطابق آرزوی که هممون داریم، به اون مقام بالا و رفیعی که براش آرزو میکنیم برسه و این بحران ها رو پشت سر بگذاره. این بحران ها در تاریخ ایران یک پاورقی خواهد بود در تاریخ آینده ایران، ولی کوشش های مردان و زنان ایران در ساختن ایرانی با کمک همدیگه، بدون تعصب دینی،
که او دینش چیه، مذهبش چیه، زن، مرد، کرد، لور، ترک، فارس، بدون این حرف ها اون ایران، ایران ایدئال ماست و امیدواریم همه ما روزی به اون ایران برسیم. خیلی متشکر، شب و روزتون هر جا هستید بخیر. خدا نگهدار همگی تا دیدار بعدی. خیلی متشکرم آقای علی، لطف کردید.